همکارم مراد ویسی اینجا در استودیو با ما هستش. مراد، اعتراضات بازنشستگان به یک اعتراضات مستمر شاهدش هستیم دیگه، واقعا تبدیل شده. چه ویژگی هایی در این اعتراضات وجود دارن نظر شما؟ ببینید، اعتراضات ضد حکومتی به ویژگی ثابت ماه‌های اخیر در ایران تبدیل شده. بازنشسته های ایران هم دو ساله که ایستادن برای دفاع از مطالباتشون، حقوق و مستمری ناچیزی که میگیرن، مشکلاتی که در مورد بیمه تکمیلیشون دارن و راجب همسانسازی حقوق که بین بازنشسته ها مشکل با دولت وجود داره و دولت رفعش نکرده. دو تا ویژگی داره اعتراضات بازنشسته ها. یکیش اینه که دو سال پیاپی پای این اعتراضشون وایستادن مستمر. دوم اینه که در شهرهای مختلف ایران و به شکل سراسری دارن این اعتراض رو میکنن، که این دو تا ویژگی یه اهمیت خاصی به اعتراضاتشون میده. یه نکته ای هم در مورد اعتراضات معلم ها هست. همه اقشاری که دارن اعتراض میکنن مشکل دارن، به این خاطر اعتراض میکنن. بازنشسته ها یه مشکل مضاعف دارن. چرا؟ بقیه مثلا مشکل اقتصادی و صنفی و اینها دارن میان اعتراض میکنن، قشرهای دیگه. خب بازنشسته ها هم مشکل اقتصادی دارن. بازنشسته ها یه مشکل روحی روانی هم میاد روش سوار میشه. و اون چیه؟ ما به طور سنتی شما میدونید در خانواده های ایرانی پدر بزرگا و مادر بزرگا، خیلی هاشون دیگه بازنشسته از اونان، در یه روزهای خاصی از هفته مورد رجوع فامیلن، پسراشون، دختراشون، نوه‌هاشون میرن پیش اینا و اونا یک اعتباری دارن، شأنی دارن، منزلتی دارن، آبرویی دارن به اصطلاح. خیلی براشون سخته موقعی که پدر و پسر و فرزند و دختر و نوه و نتیجهشون میرن پیششون، دستشون خالی باشه و نتونن مناسب پذیرایی کنن. یعنی درسته که همه مشکل دارن، ولی واقعا به لحاظ بار روحی روانی بازنشسته های ما، پدر بزرگا و مادر بزرگا، یک فشار مضاعفی روشونه. چون به هر حال اونا میخوان خودشون رو، شأن و احترام و بزرگیشون رو تو خانواده حفظ کنن و موقعی که این وضعیت بد اقتصادی رو دارن به سطوح میان و میرن به خیابان اعتراض میکنن. مراد، شما به اعتراضات در اقشار دیگر مردم هم اشاره کردین. این گستردگی اعتراضات در بین قشرهای مختلف، بازنشسته، غیر بازنشسته، کارمند، جوان، پیر، این حکایت از چی داره؟ اینا چجوری میشه تحلیلش کرد؟ اینی که اعتراضات ضد حکومتی سراسری شده در همه شهرها و بین قشرهای مختلف مردم. من بررسی کردم، معمولا در دنیا موقعی که قیام میشه، اعتراض میشه، انقلاب میشه، قشرهای مختلفی میان اعتراض میکنن. تقریبا تمام این اقشار الان در ایران در حال اعتراضن. کارگرا هستن که چند ماه حقوق نمیگیرن، کشاورزا هستن که میرن میزننشون، بازنشسته ها هستن، اهالی سینما هستن که فیلماشون رو نمایش نمیدن، باشون برخورد کنن، نویسنده ها هستن که بهشون حق آزادی بیان نمیدن، روزنامه نگارا هستن که همین من و شما که از مجبور شدیم کشورمون رو ترک بکنیم، اقلیت های دینی هستن، اقلیت های جنسی هستن، نمیدونم، من لیست رو که موقعی که دارم نگاه میکنم، دانشجوها، اهالی سینما، نویسنده‌ها، روزنامه‌نگارا، اقلیت‌های جنسی، اقلیت‌های دینی، زن‌ها، کشاورزا، بازنشسته‌ها، کارگرا، عملاً تقریبا همه ملت داره اعتراض میکنه و راهی هم که حکومت دنبالشه فقط سرکوبه. درسته. حالا رویکرد حکومت به این اعتراضات آیا فکر می‌کنید تغییری کرده یا میتونه بکنه که کوتاه‌تر؟ متأسفانه نه. یعنی رویکردی که حکومت به ذهنش میرسه اینه که هر کی اومد تو خیابون بره بزنه تو سرش با باتون، به جایی که بشینه ببینه حرف ملت چیه، اعتراضشون چیه، روششون یکیه. مردم معترض آبادان که ساختمونشون فرو ریخت، اونا رو سرکوب میکنه. کسایی هم که مال باختن، تو بانک رفتن، اون صندوقاشون رو دزدیدن، اونا رو هم سرکوب میکنه. کشاورز هم سرکوب میکنه، کارگر هم سرکوب میکنه. بله، یا سرکوب میکنه یا انکار میکنه. بله.